ایرانیان ماه هاست که درگیر مبارزه سخت با جمهوری اسلامی هستند. مبارزه‌ای که با تاریخ پیوند خورده. این بار اما با کودکان و جوانانشان به میدان آمده اند. کودکانی با خدای رنگین کمانی و جوانانی که آزادی را می‌رقصند و می‌خوانند. گاه مرگ هم طلب شادی می‌کنند. شادی کنند. که شادی نشانه آزادی است. شادی کنند. آهنگ شاد. ولی از اینا از دنیای مدرن فقط اسلحه‌شو می‌خوان. سلاح اتمی. ابزارهای سرکوبش رو فقط می‌خوان. و بقیه‌شو دیگه هم می‌خوان همه رو برگردونن به همون دنیای آرمانی خودش، روی خودش حاکمیت مطلق دستشون باشه. به همین دلیل هم مفهوم ولایت مطلقه فقیه رو ساختند. ولی این ناممکنه نه اینکه تو این دنیا انقلاب اسلامی ایران عواقب و عوارض خیلی وسیعی داشته. این جریاناتی مثل طالبان و داعش و القاعده و فلان، اینا همشون بچه های این انقلاب ایران هم. و اینکه میشه آمد وسط میدون و به نام دین اومد و حکومت رو در دنیای مدرن در دست گرفت. یعنی نابودی دنیای مدرن رو میخوان؟ نه، ما نابودی دنیای مدرن رو میخوان. و خب اینا با هیچ چیز دنیای امروز نمیخونه و اینا همش خب تو مدرن علاوه مادی تو متن دنیای موجود زندگی میکنن، از همه امکاناتش هم استفاده میکنن. جالبه نه؟ خودشون از همه این دنیای آره، وقتی دندونشون درد میگیره دیگه پیش دلاک حمام نمیرن. میرن دندان پیش دندان پزشک. خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی بنا به ماهیت نو و فراگیر خود هر بار پرسش هایی تازه مطرح میکنند و پاسخ‌های نو می‌طلبد. در پاسخ به این پرسش‌هاست که داریوش آشوری، جامعه شناس، منحنی امید و ناامیدی و افق پیشرو را ترسیم می‌کند. خب آقای آشوری عزیز، یه روزی اومدم دیدمتون، خیلی حالم بد بود از این ماجراها. بهتون گفتم که اینا سرکوب می‌کنن این حرف‌ها. شما به من گفتید شما تو نوک دماغتون رو می‌بینید. گفتم شما که دورتر میبینین چی میبینین؟ واقعا چی میدیدید؟ این منحنی امیدی که بالا میره پایین میره رو شما چی توش میبینید؟ بله دیگه، آدم یک کمی به حال از منظر تاریخی نگاه کنه، بلند مدت نگاه بکنه، خیلی از اینجور رویدادها آبستن بسیار چیزهاست و فهم معناش هم معمولا طولانیه، بایستی زمان بگذاره تا اگه معلوم بشه که چی هست. حالات طغیانی که این طغیان یا انقلاب با خودش آورد حاصل تجربه تاریخی دراز مدت و تراکم بسیاری چیزها بود. تراکم اولا بسیاری کینه‌ها و نفرت‌ها و ناباوری‌ها، در حالی که خب ما جامعه‌ای بود که از اون آغاز این انقلاب سال 57 بالاخره عادت کرده بود که فریب یک جماعتی رو بخوره. که وعده های شگفت‌انگیز هم میدادن دیگه، که خب اونا رو هم برای میدونید شما. تجربه یه خیلی دراز مدتی میبایستی میامد، خبوده برای همین 40 سال بایستی میامد که معلوم بشه که نه، همه این وعده ها دروغه و همه این چیزها غلطه. و نسل سومی باید میامد که به صحنه که با این ناباوری ها. البته خب نسل ماها هم که رسیده بود به این ناباوری ها، ما ولی طول میکشید تا بیاد تا برسیم به این مرحله. طغیان یک جامعه پیشا مدرن که در ته دلش به حال هوس یا آرزوی دنیای پیشرفته مدرن رو داره و فکر میکنه که با ازراح مثلا این انقلاب به این هدف ها خواهد رسید. اینکه انسان شایسته آزادی است و باید آزاد باشه، چه حالا چه به مفهوم سیاسیش
و به مفهوم اجتماعیش، اینها به حال ایده های مدرن هم. همه دنیا رو هم حیران کردن که آره زنها، زنهای ایرانی و با این شجاعت هاشون و اینجور که میان کشته میشن و ستایشی که در دنیا برانگیختن اینها، این تحولات خیلی مهمی بود. این معنیش اینه که جامعه ما به لحاظ هویتی و تفکری تغییر کرده؟ خب بله، ببین همین که من گفتم، اشاره کردم قبلش، ترکیب انقلاب و اسلام یه ترکیب انفجاریه، یه ماده منفجر است که وقتی که آمد، اگرچه ظاهراً میخواست جامعه ایرانی رو برگردونه به قرون وسطای خودش، لباس چجوری بپوشی، غذا چجوری بخورید، مثلا بایستی شریعت حاکم باشه، حلال و حرام شرعی بایستی بر همه رفتارهای بشری حاکم باشه، ولی عملا غیر ممکن بود. بالاخره اینا اومده بودن یه جامعه مدرن رو تصرف کرده بودن، از انقلاب مشروطه به این طرف و از دوره رضا شاه و محمد رضا شاه به ویژه، زنها اومده بودن تو کارهای اداری، زنها توی حالا دانشگاه و تدریس و خیلی چیزهای دیگه. یعنی خود این ترکیب انقلاب اسلامی یه ترکیب انقلابی بود که یه ماده منفجره توی شکمش بود که اومد و تحولات عظیم رو ایجاد کرد. همین داستان مثلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چگونه بود؟ هیولای عظیمی، صاحب چه قدرتی و مدعی چه چیزهایی در تاریخ عالم یه دفعه رو هم خوابید. این برای این بود که از زیر خورده شده بود، یه موریانه های اون زیربنای اینو خورده بودن و وقتش که رسید رو هم خوابید. اینجا هم همینطوره، یعنی وقتی که خب اون گفتگوهای پنهان در جامعه، اون زمزمه ها، حتی جوک هایی که مردم میسازن، این دیسکورها، این گفتمان های پنهان جامعه، اونها خیلی نقش مهمی دارن و بعد به موقع میان. یعنی فروپاشی در زیر جامعه اتفاق افتاده. آره، و حادثه ای مثل کشته شدن یه دختر کرد که از شهر خودش پاشد اومده به تهران، بعد یه دفعه این همه احساسات که برمی انگیزه، خب نشانه اینه که این احساسات خوابیده، اون زیر هست، میخواد منتظر فرصتی که خودش رو ظاهر بکنه، که اونه که سرانجام کار خودش رو میکنه. درست داره، اونه که امید خودش رو میزاد، هر زمانه هم امید خودش رو میزاد. چه جمله قشنگی، هر زمانه امید خودش رو میزاد. آقای آشوری، مردم سالها در طول این سالهای مبارزاتیشون خیلی ایستادگی کردن، یه شکست خوردن، یه دوباره بلند شدن، این حرف رو. خود این ایستادگی شده یک عامل، یک ویژگی برای توصیف این مردم. راجع به هنر ایستادگی چی فکر میکنین؟ آیا ایستادگی خودش میتونه هنر باشه؟ خب هنر رو در مورد همه چیز میشه گفت. مقدمه‌ای که من نوشتم به کتاب شهریار ماکیاولی بخونید، اونجا راجع به ویرتو، یه مفهوم خیلی کلیدیه کتاب شهریار ماکیاولی است، که ولی این کلمه هنر فارسی جواب میده. من اینو به کار بردم توی ترجمه فارسیش، خیلی قشنگ نشسته. هنر شهریاری، هر هنری هم مال همه نیست، مال همه جوامع هم نیست، بلکه یه جوامعی هستند یا یه گروه های انسانی هستند که بیش از دیگران، این در طبیعتشون یه جور میتونیم بگیم هست، که میتونن ایستادگی بکنن. جامعه ایرانی نشون داده در این تجربه های تاریخی که یه جامعه ایست که میتونه طغیان کنه. ایران به حال یه جامعه ایست که سابقه قیام و شورش داره. مثلا جامعه مصری اینطوری نیست، ولی جامعه ایرانی، یعنی مثل فرانسه،
اینجا هم یه ملت شورشیه و خب ریشش هم میرسه پرسون به انقلاب فرانسه و بعد انقلاب های بعدی 1700 تو قرن 19 هم تا برسیم به قرن 20 هم باز چند تا انقلاب و جهش بزرگی از این نوع داریم و ایده های این انقلاب ها میره به جهان های دیگه. جامعه ایرانی هم از جامعه ایست که خیلی سریع این ایده ها رو جذب کرده و بیسته روش و به حسب این که حالا زور اون طرف چقدر باشه و چقدر بتونه سرکوب کنه یا اون چقدر وضعش خراب بشه، فاسد بشه و فرو بپاشه، همه اینا دیگه مربوط به شرایط و امکانات تاریخی است که روزبش نمیشه چیزی گفتیم، فقط پیشبینی کرد که ضرورتاً اینجوری یا اونجوری میشه. اما یه چیزی رو در مورد ایران و این جنبشه که از حالا بلند از 1400 به این طرف در گرفته میشه گفت این که به هر حال این جنبش ادامه خواهد داشت. این برای اینکه دنیا چنان چرخیده و مجموعه ارزش ها و رفتارها تحولاتی رو طی کرده که این نمیتونه یه جایی خفه بشه بمونه. در نتیجه منتها حالا چگونه خواهد شد؟ خب اون چگونه مراحل بعدیش رو الان نمیشه پیش بینی کرد. باز ممکنه یه حادثه کوچکی، یه تصادفی بیاد و به مثلا این جرقه بزنه، ولی تراکم این همه خشم و نفرت مثلا در خود این جامعه، این تراکم بالاخره جایی بعد میشه که دیگه